چطوری بچه‌ها؟ حالتون خوبه؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز بعد از 3 سال که من و جسی با هم، بیشتر از 3 سالی که با هم هستیم، میخوایم بهتون بگیم که چجوری شد ما با هم آشنا شدیم، چه اتفاقی افتاد تو این مسیر، چه چالشایی داشتیم. من جسی، یه دونه آلمانی با یه دونه ایرانی. آره خب بالاخره سختی خودش رو داره، شیرینی‌های خودش هم داره. پس لطفاً تا انتهای ویدیو با ما باشین ببینین که چه خبره. اگه میسان با من آشنا شدیم، اولین بار چلنج خیلی سخت بود، چون که میسان خیلی نمیتونسته آلمانی حرف میزنه. آره خب. من که فارسی نمیتونستم صحبت کنم. بعد همیشه با گوگل ترنسلیت کردیم چی میسم چی میخوام بگه، منم میخوام بگم. دقیقاً. جسی که فارسی بلد نبود، منم آلمانی بلد نبودم. مسلما خیلی سخت بود که ارتباط برقرار کردن. آلمانی من بلد بودم، ولی نه انقدری که بتونم با یه شخص آلمانی بتونم خوب حرف بزنم. برای دیپ تیمن. دقیقاً برای اینکه ما بخوایم دیگه با هم دیگه ارتباط برقرار بکنیم و اینا، خیلی سخت بود که من بخوام با اون سطح آلمانی که بلد بودم، خب من زیاد نبودش که اینجا بودم، نمیتونستم خیلی خوب ارتباط برقرار کنم، ولی به کمک گوگل ترنسلیت تونستیم این چالش رو رد کنیم و با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم. بعد منم خب مثلا چند ماه که گذشت آلمانیم هی بهتر و بهتر شد، اینم یه ذره فارسیش خوب شد. بعد منم از اونجایی که خیلی بچه باهوشی هستم، دیدم گفتم خب آلمانی که خیلی سخته، درسته یا نه؟ میدونم چی میخوای بگی. آلمانی سخته، من آلمانی خیلی سخته. یه خورده فارسی رو به جسی تزریق کنم، شروع کردم تزریق کردنه فارسی به جسی، دیدم که نداره جواب میده. حالا کم کم من آلمانی یاد میگیرم، چون تنبلم تو درس یاد گرفتن، به جسی هم آلمانی یاد میدم. شیطونا. آره دیگه دیدم که نداره جواب میده، این داره میاد به سمت من، منم دارم میرم به سمت این. خلاصه این بکش اون بکش، یکی این بگو یکی من بگو، دیگه چیزو پیدا کردیم، مسیرمونو پیدا کردیم که چی کار بکنیم و چجوری بتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم. و خیلی هم واقعا جسی به من کمک داد تو این مسیر، خیلی یعنی میدماخن کرد به قول آلمانیا، با من همراهی کرد که هم من یعنی صبر و حوصله داشتش که من آلمانی بهتر بشه، بتونیم با هم دیگه روز به روز بهتر ارتباط برقرار کنیم. آره بعد این که خیلی خنده‌دار بود، یه روز صحبت کردیم به آلمانی. ما همیشه تو خونه آلمانی صحبت میکنیم، فارسی صحبت نمیکنیم، فقط عزیزم اینجوری روز میکنم یا فنی یه چیز دیگه بگم، ولی کلاً آلمانی صحبت میکنیم. یعنی میسم خیلی خوب میتونه آلمانی حرف میزنه. تو خونه ما کلاً با هم ارتباطم آلمانی، اصلا فارسی حرف نمیزنیم. برای ویدیو فارسی صحبت میکنیم با فامیلی میسم. این خنده‌دار که میخواستم بگم، یهویی اومد به ذهن من، میسم ما گوگل ترنسلیت بس برام بینیم، استفاده نمی کنیم دیگه. آره خیلی خوشحال شدیم. آره دیگه چند ماه از آشناییمون که گذشته بود، دیگه کم کم من یعنی میگم تونستیم همدیگه رو بفهمیم. آره. و دیگه احتیاجی نداشتیم که از گوگل ترنسلیت استفاده بکنیم ارتباطمون رو برقرار بکنیم، راحت دیگه اوکی شده بودیم. من مثلا آشنا شدم، میدونستم چه جوری باید به آلمانی بگم اون منو میفهمه. آره آره با جدید آلمانی برای میسم سخته بود. ولی من همیشه توضیح دادم به میسم، مثلا یه کلمه جدید یه چیز جدید میگفت، من میگفتم چی شد چه خبره، اولش نفهمیدم ولی بهم توضیح میداد، یه حرفی یه چیزی میزد به من میفهموند که مثلا من دارم به تو اینو میگم. نیست چلنج و به نظر من چلنج برای من غذا بود، چون که برای این خیلی قضیه مهمی بود. یک، من واقعا آشپزخونه بلد نبودم. دو، برای ایرانی غذا خیلی مهمه. خیلی مهمه. آره آره مهم. الان برای تو مهم نیست؟ مثلا دستیز نیش فدیش؟ ویشتی؟ چرا برای من مهمه؟ الان هم مهمه. چرا؟ چون غذا ایرانی خورده عادت کرده. آلمانی فقط غذا درست میکنه خیلی اینفخ.
غذای ساده درست میکنن، سیب زمینی، سوسیس، غذای ساده، غذای خیلی ساده درست میکنن. میخورن مثل ما نیستن قرمه سبزی بار بذارن یه صبح تا شب بپزه، یه لوبیا پلو نمیدونم درست کنن، ماکارونی درست کنن، غذای سقف سنجون فلان بذارن یه چپ تا صبح روغن بندازه، نه کلی خبران نیست. تو آلمان غذا ساده، چون همه انقدر میرن سر کار و انقدر سرشون شلوغه که دوستان یه غذای ساده درست کنن بخورن بعد استراحت بکنن که برای فردا روزش مثلا اوکی باشن. ولی ما ایرانی‌ها غذا برای مهمه، دیزاین شیک. خونه مهمه. آره. شیک بودن مهمه، مدرن بودن مهمه، اینا مهمه. برای آلمانیا نه، حقیقتش برای آلمانیا ولی خونه من خیلی مدرن شیک بود، با دیزاین خیلی قشنگ بود. ولی مثلا برای غذا اگه میخوام غذا بخورم، با آلمانی stell mir auch einfach den Topf auf den Tisch und essen aus dem Topf raus. قابلمه رو میذارم وسط، از توش غذا میکشم میخورم. ما ایرانی همچین کاری رو نمیکنیم، غذا رو بذاریم وسط میز، این وسط قابلمه رو یعنی پخته بیاریم میذاریم اینجا بعد از توش بکشیم، نمیکنیم این کارو. یا فقط میسم اینجوریه، به ما بگین بچه شما چه جوری غذا بخورید. همه اینجوری هم درسته یا نه؟ ما دیگه تهش دیگه اگر بخوایم خیلی دیگه مثلا همینجوری برخورد بکنیم ساده و اینا، یعنی خودمون هم باشیم خیلی هم حالشو نداشته باشیم غذا رو بخوایم با دیزاین و اینا، تهش اینه که قابلمه‌مون روی گاز، غذامون رو میکشیم تو بشقاب، بشقابمون رو میاریم اینجا درسته. ولی اینا مثلا یهو میذاره برمی داره قابلمه رو میاره میذاره اینجا، مهمونم تو خونه است. مثلا مهمون که مثلا ما الان میریم خونه با مامان جسی نشستیم همگی دور همین، و همین داره مثلا قابلمه رو مامانش پختم چیز زد میاره میذاره وسط میز، خب بعد ما از تو اون برامون میکشه، یا مثلا خودمون برمی داریم از تو میکشیم. مثلا ما همچین چیزایی چون که برای فامیلی خانواده ما آلمانیا. اگه ما بیایم، ما که بچه مامان بابا، ما مهمون نیستیم، ما فامیلیه. آره ولی من، ولی تو هم فامیلی؟ منم فامیلم، ولی خب به هر صورت ما هم برای مثلا دامادمون این کارو نمی‌کنیم. یه سری چیزا ببینیم، ما چند تا ویدیوهای دیگه می‌خوام درست کنیم در رابطه با فرهنگ و آداب و رسوم آلمانیا و ایرانیا. ویدیوهای بعدی ما رو حتما ببینید، لطفا سابسکرایب کنید که آره. کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، لطفا حمایت کنید که ما بتونیم همینجوری ادامه بدیم ویدیوهای خوبو از فرهنگ، از آداب و رسوم ایرانی و آلمانی بهتون بگی. خیلی دوست داریم برای شما نشون بدیم، توضیح بدیم آلمان چه جوریه، یا میخوایم یه دونه شهر برای شما نشون بدیم. آره. ولی من فهمیدم برای میسم خیلی مهمه که همیشه با غذا، با دیزاین غذا. میسم به من یاد گرفته، اولین باری که یادم نمیره یه روز به من برگشت گفتش که میسم من میخوام برای تو غذا درست صبونه درست بکنم. من میرفتم سر کار، جسی هم میرفت سر کار، بعد شب دیر خوابیده بودیم، به من میگه میسم اصلا ناراحت نباش، خودش خندش گرفته، اصلا ناراحت نباش، نگران نباش، من صبح واسه تو غذا درست میکنم، تو یه ذره بیشتر بخوابی. گفتم باشه اوکی بلد همچی اوکی. آره من درست میکنم. آقا حدود 7 صبح تا 9-9:30 صبح دو تا تخم مرغ می‌خواسته برام درست کنه، بذاره لای نون، مثلا تخم مرغ رو آبپز کنه، بپزه، آبپز نه ببخشید، نیمرو کنه، بذاره لای نون و اینا. یه بار سوزونده بوده، خراب کرده بوده، ببین تو 2 ساعت یه بار سوزونده بوده، خراب کرده، انداخته بوده دور، دومین بار پخته بوده تخم مرغ. من ایش هم نی تخم مرغ گسن. تو مرغ نخورده. خلاصه. آقا ما این تخم مرغا رو این پخته بود، خونه دودی دم شده بود، دودی جمع شده بود. نه اینجوری نبود. در و پنجره رو بان کرده بود که چی؟ که این میخواست برای من تخم مرغ. ولی خب به هر صورت من با صبر و حوصله، مثل خود جسی هم با صبر و حوصله تونستیم کم کم تو این مسیر قرار بگیریم که جسی آشپزیش خوب بشه، زبانش بهتر بشه، من زبانم بهتر بشه، بتونیم بالاخره به کمک همدیگه این زندگی رو هندل بکنیم دو نفره. خب من قبل از جسی تنها بودم اینجا و اینکه همه چیز رو با خودم تنهایی انجام میدادم، چون من هم آشپزیم خوبه، هم منم تنها بودم، یه چیزی خوردم. آره اینم تنها بوده چیه، حالا تنهایی یه جوره، ولی متأهلی یا اینکه با همدیگه بودنم یه جوره دیگه. اوکی برو بریم سراغ بعد. الان قرمه سبزی بلدم، کشک بدنجون بلدم، تخم مرغ بلدم، 3 تا تخم مرغ اینجوری درست میکنم. راست میگه بچه، الان سمونا رو جسی درست میکنه،
تخم مرغ اینجوری میکنه. خیلی خوشمزه است. استوری گذاشتم دیدین تو اینستاگرام، تخم مرغ رو میگیره اینجوری سه تا با هم دیگه گذاشته، سه تا رو با هم اینجوری میکنه، سه تاش با هم برمیگرده، یعنی اصلا عالی درست میکنه. اون گلابلیش دمت گرم، دمت گرم. آشکار. حرفه‌ای شده دیگه. آشپزخونه شدم. آشپزخونه شده. الان میخوایم شروع کنیم از اینکه ما چجوری با هم دیگه آشنا شدیم و اینکه چه اتفاقی افتاد، چجوری بود و اینا. جسی شروع میکنه، هر جا هم نتونست یعنی فارسی بگه من کمکش میکنم. یه روز میخواستم تاکسی بگیرم. آره، تاکسی اومد، نشسته بودم، بعد با تاکسی درایور صحبت کردم. اون ازدواج بوده، راننده تاکسی متأهل بود. آره متأهل بود. صحبت کردی، من گفتم من تنها ام، اینجوری. بعد یهویی نمیدونم چرا ولی با شوخی گفتم اگه یه دونه دوست داری که سینگل هست به من بگو. بعد یهویی گفت آره من یه دونه دوست دارم، میسم بچه خیلی خوبه. بعد من نمیدونستم چی کار میکنم. الان به من گفت شماره رو بده، من به میسم بدم. من نمیدونستم بدم یا نه. بعد نمیدونم یه هایی به ذهن من اومد، اگه میسم بچه خوبیه این ستوری خیلی خشنگ میشه. گفته پیش خودش گفته که اگر این اتفاق بیفته و مثلا میسم اینی که میگه بچه خوبی باشه، ما با هم ادامه بدیم آشنا بشیم، این اتفاقی که افتاده، استوری که پشتش، یعنی داستان آشنایی خیلی جالب میشه، جذاب میشه. آره بعد گفتم اوکی باشه بدم، ولی من میخواستم شما رو از دوست میسم بگیرم. ولی اون خیلی زرنگ بود. دوست ما زرنگ بود. سریع به من موبایل داده، من باید شماره بدم. موبایلش داده گفته شماره تا اینجا بنویس من به خواب. آره بعد فکر کردم نشد، چون که دوباره میخواستم فکر میکنم میخوام یا نه. آلمانی هایی نه دیگه، میخوام فکر کنم ببینن اصلا انجام بدن ندن، بعد میرن چند بار بارها پیش خودشون فکر میکنم بکنیم این کارو، اصلا درسته اصلا درست نیست. میدونی مثل ما ایرانی ها نیستن که بابا دور اندرزگو بالا پایین کنن فلان تلفنش بازی کنن، نه اینا هزار مثلا معمولا هم یه کاری میخوان انجام بدن میگن یه شب بخوابیم فکر کنیم، یعنی یه نسلام دارن اینه نختوی باش لفن اینه نخت دقو باش لفن، یعنی یه کاری میخوان انجام بدن، امروز اتفاق افتاده، امشب به خاطر این اتفاقه با این اتفاقه بخوابیم، صبح پاشیم ببینیم این کار درسته یا نه. میدونیم اصلا ما نیستن که همون لحظه تصمیم بگیرن انجام بدن و تموم. بعد نمیدونم یه هفته دیگه یا چند روز اومد میسم به من مسج داده. نه بذار نه، بعد دوست من بگم بهت. دوست من به من زنگ زد گفت میسم با یه دختری آشنا شدم امروز، خیلی اتفاقی، به ظاهر به نظر میاد دختر خیلی خوبی باشه، ازش پرسیدم موزیک ایرانی دوست داره، با فضای ایرانی و اینا مثلا دوست داره آشنا باشه و مثلا اینا موزیک ایرانی خیلی دوست داره. یه دونه دوست داشتم ایرانی بود، یه دوست، یه خانومی، یه دوستی داشتش که اینجا ایرانی بودش، خانومه مثلا به خاطر همون با یه ذره نمیدونم با فرهنگ ایرانی میت کلتور نه. ولی ایرانی مثلا حرف میزد بعضی موقعا یا نه؟ نه فقط اون ایرانی بود، ولی آلمانی حرف زدیم. یه ایرانی یه اینجا بار به دنیا یه بار رفتیم پارتی ایرانی. آره یه بارم رفته بودم با هم یه دیسکو ایرانی با اون دوستشون، موزیک دوست داشتم. آره موزیک خوب بود، بعد آره از وایب و از موزیکای ایرانی خوشش میاد. خلاصه که دوستم به من زنگ زد گفت آره اینجوریه میسم، دوست داری آشنا بشی اینا؟ گفتم که چرا که نه و اینا. بعد گفت من شمارهشو گرفتم بهت میدم واسهش بنویس. بعد منم موقع آلمانی خوب نبود که بتونم واسهش بنویسم بدون اشتباه، میدونی برای منم خیلی مهم بود که مثلا بدون اشتباه ننویسم. مثلا چی بنویسم؟ اولین بارم بود به دختر آلمانی میخواستم صحبت کنم، استرس داشتم که چیکار کنم. میدونی به من تکست مسیج داده با گل، سمایلی گل، استیکر یه چیز نمیشم، بعد آخرش یه استیکر گل، این گلای روز چی ازش شد. با
دوست من خیلی خندیدیم برای این گل. به من نگفته الان با کی خندیدیم. آره خیلی استرس داشتم که چی بنویسم چیکار کنم. بعد خلاصه بعد از چند روز این دوستمو دیدم و اینا اومد با هم دیگه صحبت کردیم، گفتم چجوری اینا چی بنویسم اینا دیگه، واسهش نوشتم و اینا برای جسی فرستادم، همون لحظه جواب نداد. فکر میکنم چند ساعت بعد ناخ پاشتون ده هست تو گند فوته. آره چند ساعت بعد، چون آلمانیا براشون خیلی مثلا این قضیه هم خیلی اوکیه که مثلا حالا امروز الان بهشون یه چیزی میدی در مینی دو روز بعد جوابتو میدن، یه روز بعد دو روز بعد نیست اما ایش بین زویا. آره جسی خیلی ریلکسه. بعد منم بوده بودم جواب میده نمیده، خلاصه که بعد چند ساعت بعد چند ساعت یه چیزی برای من نوشت، آره اینا آره میتونیم همدیگر رو ببینیم و اینا، یه همچی چیزی فکر میکنم آره استعمال هست و میگه آره. بعد گفت حالا با هم دیگه چیز میکنیم که کی و اینا. آقا یه هفته چند روز گذشت، بعد جسی یه بار من گفت فلان روز قرار میذاریم با هم، یعنی من بهش گفتم فلان روز، اونم گفت اوکی با هم دیگه فیکس کردیم، بعد کنسل کرد. یه روز مونده بود به قضیه، یعنی فردا قرار داشتم دیگه ببینم، امروز به من بعد از ظهر گفتش نه فردا من نمیتونم بیام کنسله. آره چون که هنوز زیشا آره نبودم، هنوز مطمئن نبودش که اصلا با من بیا تو قرار، با من منو ببینه از نزدیک یا نه. خلاصه قرار رو کنسل کرد، منم بهش گفتم اوکی مشکلی نیست اینه. بعد دوباره با هم دیگه نوشتیم که کی دوباره قرار بذاریم، قرار گذاشتیم مثلا چند روز بعدش. این سری دیگه جسی مثلا به من نوشته بوده جسی من واقعا میخوام آشنا بشم آره، دوست ندارم بازیه. بعد اگه میسم اینو به من نوشته بوده من میخواستم آشنا بشم، من خیلی جدی من میخواستم میسم ببینم، چون که فهمیدم آها این یه دونه مرد هست نه پسر. آره خیلی جدی براش نوشتم، سری به من فکر میکنم یکی دو ساعت بعدش هم سری جواب داد که آره حتما با هم دیگه قرار میذاریم، من میخوام تو رو ببینم. از اینجا فهمیدم میسم کیه. دقیقا اونجا فهمید که من خیلی جدیم و من نمیخوام مثلا بازی بکنم با کسی، یا اینکه هی با تو نمیخوای بازی میکنی. آره تو هم دوست نداری. آره من دوست ندارم واقعا. بعد دیگه اینجوری شد دیگه، اومد و سر قرار، بعد دیگه بگو چی شد دیگه. رفتیم تو یه دونه رستوران، خیلی گرم بود، خیلی هوا خیلی خوبه، چه هوایی. بعد اونجا میسم دیدم، میسم خیلی مهربون بود، به من میخواست دست بده اینجوری، بعد فکر کردم وای چقدر نازه. بعد گفتم نه بیا بغل من. بعد دید گفت بذار بچسبم، مخشو زدم، مخمو زد راست میگه، اونجا بعد این مخ منو زد، دیدم مخشو زدم. حالا صحبت کردیم با گوگل ترنسلیت، خیلی خندیدیم. اینم میخواستم به شما بگم اگه شما فکر میکنین من نمیتونم خیلی خوب آلمانی صحبت میکنم، خجالت میکشم، میسم واقعا خجالت نکشیدی. آره نه میدونی من چی کار کردم، من به خاطر اینکه این خجالت میکشیدم نه اونم آره، ولی به خاطر اینکه من خجالتمو بذارم کنار. خب اینو یه توصیه میگم برای اونایی که میخوان با آلمانی دوست شن، بدونن خب واقعا آلمانی سخته. حالا یه سری اصلا آلمانیشون خوبه اوکی، ولی اونایی که آلمانیشون سخته میخوان با کسی آشنا بشن، کلا با هر تا مردا جایی سر کار این اون، اگر میبینم که یکی داره آلمانی خیلی هوختوی حرف میزنه، خیلی آلمانی سخت حرف میزنه، سریع بهش میگفتم ببین من خیلی سال نیست اینجا هستم و خیلی بلد نیستم آلمانی. اولین چیزی که میگفتم بعد از اینکه اون طرف حرف میزد این بود که بدون من زیاد آلمانی خوب نیست و از من توقع آلمانی خوب حرف زدن نداشته باشه. آره سریع سطح توقعشو طرف میاره پایین، بعد میگه نه بگو. آره این واقعا خوبه، بعد من میخوام کمک بدم. دقیقاً آلمانی هم سریع بهت کمک میدن که تو بتونی آره. قشنگ حرف بزنی. منم همون لحظه به جسی گفتم همین الانشم من خیلی جواب اشتباه میگم،
مهم نیست. آره مهم نیست ولی منم فارسی با اشتباه دقیقاً میدونی چیه، من قبلا خجالت میکشیدم آلمانی حرف بزنم، میگفتم با اشتباه، ولی بعد از اینکه با جسی آشنا شدم دیدم جسی فارسی حرف میزنه با اشتباه، گفتم خب ببین این با اشتباه حرف میزنه برای من بامزه است، برای من برای اینم بامزه است وقتی من با اشتباه حرف میزنم، اینم میخندید حال میکرد. بعد اینجا فهمیدم که دیگه چرا نباید حرف بزنم. اینو میگم برای اون دوستانی که جدید میان تو آلمان و اینا، بدونن که نه اینجوری نیست، اصلا ترس بزنن کنار برم و آشنا بشم و حرفش اینو بزنم و اولش هم به خاطر اینکه اون ترسه و اون چیز بریزه همون لحظه اول بگه من زیاد آلمانی خوب نیست، تموم. اینو که تو بگی طرف دیگه میدونه تو آلمانیت هم زیاد خوب نیست، حالا یا میمونه باهات حرف میزنه یا میگه نه خدافظ. دیگه دو حالته دیگه. که این اتفاق افتاد، من به جسی گفتم من آلمانیم زیاد خوب نیست، جسی دیگه منو کمک کرد، منم با گوگل ترنسلیت گفتم بهش من اینجوری هم مشروب خوردیم رفتیم بالا با دست با پا، میفهمیم چی میگیم. آره انرژی خوب بود، از ساعت 5-6 بود فکر میکنم همدیگه رو دیدیم، رفتیم توی یه دونه کافه بار نشستیم، تراس بزرگ، آفتاب، هوا خیلی خوب بود، نشستیم اونجا تا ساعت فکر میکنم 12:30 یک شب بود که دیگه طرف که ما داریم میبندیم اینجا رو، اگه میشه چیز کنین دیگه، ما شما بریم ما میخوایم در رو ببندیم، یعنی ما آخرین نفری بودیم که اونجا اومدیم بیرون، منتها انقدر با هم دیگه صحبت کرده بودیم و غرق صحبت بودیم اصلا نفهمیدیم چی گذشت، شراب هم خوردیم با هم دیگه. بعد دیگه جسی به من گفتش میسم خیلی خندیدیم. آره من یه چیزی فهمیدم، دو تو یه چیزی فهمیدی خندیدیم. شاید نفهمیدیم چی گفتیم ولی خندیدیم. همینجوری جسی دیگه میخندید. از اینجا آشنایی میکروفون ما زاش، از اینجا آشنایی من و جسی دیگه با هم دیگه شروع شد. بعد دوباره یه بار دو بار دیگه با هم رفتیم بیرون، قدم زدیم، پیاده روی کردیم، با هم غذای ایرانی خوردیم، خیلی به همون خوش گذشت واقعا. آره بچه اینجوری چی میخواستی بگی؟ همین دیگه، این داستان آشنایی ما بود. حالا این وسط ها اتفاقای دیگه ای افتاد و داستانای دیگه ای داشتش که به خاطر اینکه ویدیو طولانی نشه میریم تو ویدیوهای بعدی هی براتون میگیم که چه اتفاقی تو این چند سال برای ما افتاد، چه فراز و نشیبایی ما داشتیم واسه آشناییمون، واسه زندگیمون تا با خانواده ما، خانواده میسم چجوری آشنا شدیم. دقیقا اینا رو همه رو براتون چی چلنج اینجا چی بود، دقیقا چه داستانایی داشتیم اینا، چی چقدر سخت بود من با آلمانی ارتباط برقرار کنم وقتی من دعوت کردن رفتم اونجا، برای جسی چجوری بود، چه چالشایی داشتش که میخواست با خانواده من حرف بزن آشنا بشه و اینا. دوستتون داریم بچه ها، تا سری بعدی. مرسی که هستین، لطفا ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و از ما حمایت کنید، سپورت کنید که ما بتونیم واسه تون هر هفته یکی دوتا ویدیو جذاب بذاریم. آره دمتون گرم، دمتون گرم، دوست به همتون، بای بای بای.